من سوال میکنم از آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی، من سوال میکنم از آقای دکتر احمدی نژاد، از دولت نهم، از اونهایی که در دولت نهم هستن، بچهای سپاه هستن، تو جنگ بودن، خمپاره خوردن، دست شدن، پا دادن، چشم دادن، شهید دادن، قربانی دادن، چرا ساکتی آقای احمدی نژاد؟ من از دفتر رهبر جمهوری اسلامی، از آیت الله علی خامنه ای، از دفتر ایشون سوال میکنم آیا واقعا اینها به زیان دین ما و به زیان میهن ما نیست؟ این اخبار، این خبرها، اون چه که انجام میشه، چه کسی واقعا باید رسیدگی بکنه به این مسائل؟ سیاه و شبستا، یک بخش مظالم اجتماعی ما، یک بخش بدنامی ایرانیان در بین جهانه. اینها ما رو یه جور دیگه نگاه میکنه. آخه حق این همه آدم با شرف و با استعداد نیست که تحقیرآمیز نگاه جهانی بهشون بشه؟ چه کسایی ترفی میبندن؟ چگونه در پشت این دولت سایه که اینگونه این روند و طریق راهبردی مسائل امور خارجی ما رو رقم میزنه؟ اینها موضوعی است که میتونه خودش همون انقلاب مخملینی باشه که خیلی ازش حرف میزنیم و امریکا تونسته در جهان به کرات چنین اتفاقی رو بیاندازه. ما نیازمند انقلاب مخملین امریکا نیستیم، ما نیازمند عمل ملی و درایت و خرد ملیمون هستیم که بایستیم، حقمون رو بگیریم، مشارکت داشته باشیم، همه جا وایسیم، حتی جلوی جوخه اعدام. محسوس جان، من یه نکته، این حرفای تو دل منو به درد آورد. میخوام یک نکته رو بگم که دلم نمیخواد بگم، ولی میدونی که ماها همه وقتی زندگی مسعود امینی رو مطالعه میکنیم میبینیم از نوجوانی 18 ساله بوده با زندان و بازداشت و درگیری و رهایی ساختن و چه و چه درگیر بوده و ما هممون همینطور هستیم. ما هممون هنوز شریکیم، هنوز مبارزیم، هنوز در میدان جنگ و نبرد هستیم. بخاطر همین ماها نترسیدیم از زندان و خشم و گلوله. امروز هم مردم ما نمیترسن. به همین دلیل من یه خبر دیگه بزدم. امروز من با عباس پالیزدارم صحبت کردم، با خودش در درون زندان، به مهر یکی از مقامات زندان تونستم با ایش صحبت کنم چند ثانیه. و برحال باید بگم اینو، باید بگم که نشون بدم مسعود جان عباس پالیزدار محبوبه، در میان زندانبانهای خودش محبوبه. زندانبانهای خودش اینها جونشون رو به خطر میندازن، موقعیت خانوادگیشون رو به خطر میندازن که دو کلمه پیام خودش عباس پالیزدار به بیرون برسونه. عباس پالیزدار در هنگامه کوتاهی که امروز با من گفتگو کرد که گفت الان دارن به زور میخوان با کتک منو از اینجا ببرن به بند توهکاران، و اون فرد دلیری که این امکان رو فراهم کرد من باهاش صحبت بکنم، درود میفرستم بهش. مسعود جان گفت، میدونی چی گفت؟ گفت من در زندان شنیدم که رفسانه صابری آزاد شده. میدونی که برای رکسانای صابری هم خود من خیلی ما تلاش کردیم. فرانسه از من شنیدیم، گزارشگران بدون مرز، همه فرانسوی ها جلوی ایرانه اون برای دفتر ما اعتصاب کردن، اعتصاب قضا کردن، چه و چه ما خواهان آزادی رکسانه بودیم. امروز بسیار شادمانم که اون آزاد شده. اما به من چی گفت عباس پالیزدار امروز؟ ملت ایران بشنوید، گفت به جهانیان بگید چون پاسپورت آمریکایی داشت رکسانه آزاد شد، ولی من چون کارت جانبازی 45% دارم در زندان هستم. ملت ایران هیچ و پوچ است در برابر سردمداران نظام، به ویژه آقای احمدی نژاد. مسعود میدونی که مهمانجان نازنین رکسانه صابری رو من خیلی خوشحالم که آزادش کردن. فیلمی که از قبادی امسال به فستیوال کن میاد با همکاری رکسانه نوشته شده و من از این قضیه بسیار شادمانم که رکسانه از زندان آمد بیرون. اما میدونی که رکسانه صابری رو خانم آقای اوباما رئیس جمهور امریکا، این خبر بسیار محرمانه است، من به اصطلاح همه میرسونم، یک عرض کنم خدمت نامه‌ای رو توسط خانم هیلاری کلینتون در دیدار اخیری که اینها داشتن با متکی آقای اوباما نوشت برای احمدی نژاد. به مجرد اینکه نامه آقای اوباما به دست احمدی نژاد رسید، سریع دستور آزادی عرض کنم خدمت رکسانه آزاد. من از این ناراحت نیستیم، خیلی هم خوشحالم. دلم میخواد که عباس پالیزدار هم که اومده دزدها رو به دستور رهبر، به دستور احمدی نژاد رئیس جمهور افشا کرده، هم آزادش کنن. این کسی که مریض بیمار مثلا کارخونه ایشون رو، کارخونه عباس پالیزدار رو، کارخونش رو به برشکستگی کشوندن، آب و برقش رو قطع کردن. خانواده پالیزدار امروز مشکل مالی برای زندگی و معیشت خودش داره. کسی که 45% جانبازه، کسی که قهرمانان اومد وایستاد در میدون و این رهبران رو افشا کرد، عزیز من. و شوربختانه میبینیم که پاسپورت آمریکایی داشتن امروز
ارزشش بیشتره در ایران از کارت جانبازی داشتن. اینو خصوصا میخوام بچه های جانباز، بچه های خانواده شهدا بیاموزن و یادشون نره این پنجشنبه نه پنجشنبه دیگه برن قطعه 26 باد مسعود جان و اجتماع کنن برای گرفتن حق خودش. درود به عباس پالیزدار، درود به مهدی خزعلی، درود به همه بچه های مسعود جان. آقای پالیزدار بیا اینجا. آقای پالیزدار روی خط ماست، یه لحظه گوشید. من خیلی از این بچه های زندان سپاسگزارم. تلفن بده من تلفنمو دارم. عباس پالیزدار مسعود جان روی خط با ما. من الان عباس عزیز با هم گفتگو میکنیم. آقای دکتر عباس پالیزدار درود بر شما. عباس ما الان روی خط بودیم، تلویزیون آی پی ام در امریکا داشتیم در رابطه با تو عزیزم صحبت میکردیم در برنامه مهربانیارم مسعود امینی عزیز. شنیدم که به زور میخوان تو رو ببرن به بند تبهکاران عزیزم. بله متاسفانه بدون اطلاع قبلی، بدون اطلاع ریاست زندان، در زمانی که ساعت اداری تمام شده ساعت 7 غروب از اومدن اعلام کردن که اساتید جمع کن به اونجا منتقل شو، اونجا بررسی کردن دیدن که اونجا شرایطی که زندانی هایی که یه تقریبا حسنشون به پای چوبه دار رسیده و هر اتفاقی براشون میتونه وضعیت اعدامشون به عقب بندازه، قطعا از خدا شده که به یکی آسیب برسونن که بابت ماجرا ماجرای اعدامشون به تغییر بیفته و شاید با عقب افتادن اعدامشون توفیقی برای آزادشون و رضایتشون ایجاد بکنن. دارای بیماری های این دو هفتی دو کرفترین مرنجی های خطرناک رو در واقع دارن و شیست ساعت غیر اعزامی منتقل کردن با اونجا آیا اصلا تازه تا واقعا میخواستن به اون از انجام انتقال بکنن یا نهش هم معلوم نیست. به این اسم من میخواستن منتقل کنن، شاید هم به این اسم میخواستن ببرن یه جایی برای توی زیر زمین زندان جایی سر هم زیر هم بکنن. من نمیدونم دنبال چه مسئله کنم. برای مناسی دیگه برای من سآله این که من برای اینکه این انتقال صورت بگیره یا نه زنگ دادم به رئیس زندان، موبایلش خاموش بود، زنگ دادم به معاون فرهنگی بنیاد به سازمان، گفتش که من خبر ندارم برای این انتقال، ما چیزی نگفتن. زنگ دادم حفاظت اطلاعات زندان، موبایلش خاموش بود و هر کی که تماس گرفتیم دستشون به مدیر کل زندان های استان تهران زنگ دادم، موبایلش خاموش بود. انگار یه کار هماهنگ شده ای صورت گرفته که باید دستم به هیچ کس بند نشه هماهنگ بتونم بکنم. خلاصه در هر صورت من به دلیل استرس عصبی که وارد شد دوباره مجددا عروق قلبم منقبض شد و از سمت چپم به صورت سرو لمس در اومد، افتادم و اونسه اینا با گارد ویژه زندان اومدن برای آوردن من. دیدم شرایط وضعیت جسمی من نابهنگام چه انجار شده، اومدن گفتن که آقا این صورت جلسه امضا کن که نمیری و تا فردا تکلیف تو با رئیس زندان روشن کن. اینا ما یه چیز امضا کردیم اونا رفتن و اگر شرایط من از نظر بیماری حاد نشده بود با زور و باطور هم شده بارو میوردن، ولی خودشون گفتن که ما برای شما احترام قائلیم، پای که مریض هستی فعلا بادکاری نداریم و تا فردا ببینیم چی میشه. فردا من نمیدونم واقعا چه اتفاقی میخواد بیفته و تازه چه اتفاقی در آینده نزدیک میخواد صورت بگیره. نمیدونم. من خواهشم هستش که توی مجامع بین المللی از مسئولینی که صاحب نظرن میتونن تاثیرگذار روی مسئولین جمهوری اسلامی باشن، میخوام که به اندازه، من نمیخوام ایشون رو کوچیک بکنم، ولی ما هم کم آدمی نبودیم. خانم دکتر مصابریش آدم ارزشمند، آدم خبرنگار، بالاخره آدم ارزشمند، ما هم دسته کردنیشون نداشتیم. مجامع بین المللی بیان ما رو در تحت حمایت خودشون قرار بدن توی مسئول جمهوری اسلامی، شاید به پاس جانبازی ما که ارزش خواهد نیستش، شاید به خاطر اینکه امریکایی ها و مجامع بین‌المللی دنیا حمایت اون بکنن، شاید دست از سر ما بردارن بخوان ما رها بدن. من از شما خواهش هم هستش که اونجا که امکان دارین اخبار رو منعکس بکنین. اینم به شدت به دنبال حض من هستن، از بین بردن من هستن، اینو کمک هم بکنه. چیه شما این
چشم. آقای دکتر عباسی پایزدار، من با آقایتون برسونم که چون من روی خط مستقیم تلویزیونی بودیم در بخش جهانی با آقای مسعود امینی، چکامسرای دلیر ایرانی، کسی که واقعا در هر برنامه ای که اجرا میکنه صحبت شما رو میکنه، حرف شما رو میزنه، با دکتر غزلی بارها گفتگو کرده. من چون این مسئله بسیار حساسی بود، بدون اجازه شما رو بردم روی خط تا گفتن شما رو روی خط هستید که جهانیان بدون عباس پاریزاد، دکتر عباس پاریزاد 45% نهبان یاران معلول جنگی، کسی که برجک ها رو میزده، امروز در زندان هست. و من آقای دکتر پاریزداری من هم گفتم با آقای مسعود امینی و همه جهانیان که ببینید و بشنوید که ایشون کارت جانبازی داره ولی پاسپورت آمریکایی نداره. پاسپورت آمریکایی شوربختانه ارزشش بیشتره در اینم تا